آقای اسدالله سعادتی عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. آقای سعادتی سلام بر شما، سپاس از ظهورتان. به تورنیوز خوش آمدید. واقعا عملکردهای حکومت افغانستان در راستای پناهجویان افغان که در کشورهای بیرونی رفتن و به هزاران جنجال خود را تا اونجا رساندن تا حال چگونه میبینید؟ سلام بر شما و بر بینندگان محترم تلویزیون. البته میشه ایر از دو جنبه دید، ممکن است تلاش های مثبتی هم صورت گرفته باشد که او در جای خودش قابل قدر است، اما هر از گاهی بعضی از اظهار نظرهای رسانه‌ای هم صورت گرفت که کم بیش هم افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میداد و هم بر برحال ممکن است تأثیرات منفی بر چگونگی برخورد کشورهای مهاجرپذیر با ما با پناهجویان هم ممکن است داشته بوده. و در مجموع چیزی را که بسیار مهم بود و مهم است این است که دولت افغانستان باید یک تفکیک واضح بین عملی که انجام شده و بین سیاست‌های بعدی خود قائل می‌شد که متأسفانه چنین تفکیکی نبود. حالا ما می‌بینیم که یک بخش عظیم از مهاجرین یا پناهجویان به هر دلیلی بعد از یک موجی که در دنیا آمد و دروازه کشورهای اروپایی برای مهاجرین باز شد، یک موج عظیمی از افغانستان هم رفت به طرف اروپا و با مشکلات بسیار فراوان اینا رسیدن در جاهای این بحث باید کاملا تفکیک میشد و جدا میشد، که البته در قسمتهایی که امروز وزیر خارجه صحبت کرد که بهش جدا شدن. یعنی دولت افغانستان با تمام توان و قوا از حقوق اینایی که اونجا رفتن باید دفاع میکردن، ولی سیاستی را باز در پیش می گرفتن که این موج مهاجرین یا موج مهاجرت به طرف اروپا آهسته آهسته پایین می آمد و جوانان افغانستان و مردم افغانستان به طرف اروپا روی نمی آورد. ولی آقای سعادتی، اون چی که از دفاع از حقوق این پناهجویان بهش اشاره می کنین، واقعا این دفاع را به گفته شما حکومت افغانستان و نهادهایی که در این زمینه باید کار میکرد انجام دادن؟ خب من عرض کردم که دفاع با او صورتی که لازم بود و پناهجویان تقاضا داشت متاسفانه صورت نگرفت، و با خصوص در اوایل با یک چون غافلگیرم شده بود دولت افغانستان، در اوایل با یک سهلنگاری با قضیه برخورد صورت گرفت و دست کم گرفته شد، و در نهایت بعد از اینکه دیدن که این موج یک موج جدی است و فشارهای رسانه‌ای و افکار عمومی هم تاثیر خود داشت، سرانجام بعضی اقداماتی که صورت گرفت اقدامات تا حدود مثبت بود. شما امروز هم شنیدین که گفته شد که به طور اجباری نباید اخراج شود و هیچ پناهجویی را که به اجبار از دولت که اونجا رسیده پناهجوی اخراج شود دولت افغانستان نمیپذیره. من فکر میکنم یک سیاست درست است، یک سیاست مثبت است، و به هر حال در مجموع تعداد پناهجویان ما در کشورهای اروپایی به اندازه نیست که اونو نتونه تحمل بکنه. و ولی آقای سعادتی، فراموش نکنیم که امروز پناهجویان افغان در کشورهای بیرونی به ویژه در کشورهای اروپایی در وضعیت خیلی بد به سر میبرند. تماسهایی که با رسانه دارن به گونه میگن که تا در مقابلشان تبعیض قائل میگن. دقیقاً کشورها. دقیقاً. ولی چگونه میشه گفت حکومت افغانستان حداقل کارهای خوب و مثبت انجام داده؟ خب ما دقیقاً میفهمم این تبعیض وجود دارد، چون شما اگر کشورهایی را که پناهجوها از اونجا رفتن به طرف اروپا دستبندی بکنین، عراق است، سوریه است، در قدم اول سوریه است و افغانستان هم در رده های بعدی است، نوع یا نحوه برخورد کشورهای مهاجرپذیر با اینا متفاوت هستند با سوریه ها. ولی شما اشاره کردین به این که بگونی تعداد این مهاجرین به اون حد نیست که کشورها نتونه اینا تامین کنه، ولی باز هم این گونه نیست. بله، از کمیت باز هم تاکید میکنم که بله، از کمیت تعداد پناهجویان افغانستان به اندازه نیست که کشورهای اروپا نتونه اینا را به هر حال تحمل بکنه یا در مقایسه با کشور سوریه و کشورهای دیگر تعداد نسبتا کمی هست. این تبعیض را که شما اشاره کردین وجود داره، تبعیض آشکار است. اونا به هر دلیلی از افغان ها مثل سوری ها و مثل عراقی ها با افغان ها برخورد نمیکنه، و البته یک تصور است که خود پناهجویان می تصور داشتن که سیاست دولت افغانستان و برخی از اظهار نظرهای رسانه‌ای دولت افغانستان در قبال پناهجوها تا حدودی زمینه را فراهم کردن که اونا با یک دیدی نسبتا تبعیض‌آلود برخورد بکنن. در بسیاری از بحث‌ها این پناهجوها همه بدبختی‌هایی که در اون کشورها
میدیدن به گونه‌ای از جانب حکومت افغانستان میدونست. به هر حال این دید اونجا وجود داشت. من چندی پیشم که در آلمان بودم با تعداد از مهاجرین وقتی صحبت داشتیم، اونا با یک دیدی منفی قضیه را ارزیابی میکردن و فکر میکردن که از طرف دولت مطبوعشان حمایت وجود نداره و اونا فکر میکردن که به همین دلیل یک بخش از تعصبات از طرف دولت آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی بر علیه اونا اعمال میشه. چقدر باورمند هستین که حکومت افغانستان میتونه یک نقش خوب داشته باشه در امر بهبود وضعیت پناهجویانی که در کشورهای اروپایی هستن؟ خب ما با یک وضعیت بسیار دشوار روبروستیم. واقعا دولت افغانستان هم باید درک کنیم که با دو در بین دو محظور کلان روبروست. یکی حقوق مهاجرین است به عنوان پناهجویان است به عنوان انسانهایی که اونجا رفتن، به هر حال دارای حقوق هستند، طفل دارن، زن هستن، افراد زیر سن و افراد سال خورده هستن. یکی با این حق با این بحث عاطفی و انسانی روبرو هستند که چگونه از این دفاع بکنم و یکی هم انصافاً محضور جدی دیگه که کل ما داریم، ما دولت افغانستان داره، است که چگونه بتوانیم این موج روبه فزونی مهاجرت را جلوش بگیریم. به هر حال ما دشواری های زیادی داریم، جنگ داریم، ناامنی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، ولی بحث است که اگر این روند مهاجرت به یک شکل مدیریت نشوه و هر روز ما جوانهای ما تحصیل کرده های ما به طرف کشورهای بیرون بره، باز در واقع هم یک تاثیر بسیار کلان منفی بر روی روحیه و افکار عمومی میگذاره و هم در واقع ما یک بخش عظیم از سرمایه خود از دست میدیم. حالا رئیس جمهور گفت که با این پناهجویان همدردی نداره و در مقابل هم شما اشاره میکنین که باید مدیریت شما این بحران بله. بر گونی که هست. حالا چی برداشت نقد میکنین؟ نقد از اینجا شروع میشه. نقد اون چه شما خانش هستیم؟ حداقل نقد من همین بحث است. من خواهان یک تفکیک بسیار روشن هستم. اونایی که رفتن به هر دلیلی یا به هر علتی که رفتن رفتن، یک عمل انجام شده است. ما و جامعه جهانی و دولت‌های اروپایی که فعلا میزبان ناخواسته هستند با یک پدیده انسانی و اجتماعی روبرو هستیم که اینا دارای حق و حقوق هستند که این حق و حقوق حساسا در مقررات و در قوانین بین المللی اینا پیش بینی شده، ولو تعریف پناهجو هر چی باشد اینا دارای یک سلسله حقوق انسانی است و ما و کشورهای اروپایی ملزم به پاسداشت از این حقوق انسانی هستیم. این یک بحث است که باید تفکیک شود. بحث دوم که فعلا زمینش هم هست این است که چی کار باید بکنیم که بعد از این ما با این پدیده به شکل فزایندهش روبرو نباشیم، یعنی سیاست را اتخاذ بکنیم که این سیاست باعث شود که موج مهاجرت از افغانستان کم شود. مشکلات امنیتی است، مشکلات کار است، مشکلات اقتصادی است، هر چی که است دولت افغانستان باید در برابر ازی و در با حمایت دوستان بین المللی خود تدبیر بسنجه و بخش دیگه قضیه هم به کشورهای دیگه است که اونا به هر حال غافلگیر شدن، این موج رو به این کلانی تصور نمیکردن، از کشورهای مختلف سرازیر شدن. در مورد این پناهجویان که حالا در بیرون از افغانستان هستند و در وضعیت خیلی بد قرار دارن، واقعا اعتماد دارین که نهادهایی که در حکومت افغانستان مسئولیت دارند در این زمینه به ویژه وزارت امور مهاجرین و همچنان تا حدی هم وزارت امور خارجه، فکر میکنید که اینا واقعا به گونه درست و اونچه که انتظار ها بود ازشان کارهای خود را انجام دادن؟ امروز این وزرا را شما به مجلس خواسته بودین، حداقل در مورد این پرسش پاسخ داشتند که چی تعداد از مهاجرین در کدام کشورها هستند و کدام کشور بیشترین مهاجرین را اخراج کرده و در اون کشور افغانا پذیرفته نشده؟ خب به هر حال اونا طبیعتا آمارای تخمینی خود داره، ولی خب در پارلمان افغانستان این آمار به اون شکل ارائه نشد، فقط به صورت کلی گفته میشه که ما در حدودی بیشتر از 150,000 پناهجو در همین موج جدید یا آخرین موج داریم. این که بیشتر در کدام کشورهاست رویش بسیار تمرکز صورت نگرفت و بازم تاکید میکنم که دولت افغانستان هم غافلگیر شد و هم آمادگی لازم را نداشت و برخورد قابل قبول در قبال این موج مهاجرت از طرف دولت افغانستان صورت نگرفت. اینا متاسفانه به دلایل مختلف مشکلات خود داشتن و این مشکلات هنوز هم باقی است
و فکر میکنم با تدابیری که فعلا قرار است روی دست بگیرن و توضیحاتی که امروز هم داده شد، فکر میکنم تا حدودی بخش از این مشکل حل میشه. یعنی اصلی ترین مشکل بحث اخراج اجباری است. اخراج اجباری را اینا فعلا پذیرفتند دولت افغانستان و در یک چانه‌زنی بسیار جدی با جامعه بین المللی و کشورهای مهاجرپذیر هستند که اخراج اجباری صورت نگیره و در میدانهای هوایی اروپا به گونه واکنش داشتن و گفتن که نمیپذیرن افغانا را و شاید هم بیشترشان اخراج کنند. و در داخلم رئیس جمهور افغانستان قبلا هم اشاره کردم کون گونه اظهارات داشتن برابر پدیده مجدد و این بحث بحران پناهجویی که به وجود آمده. حالا مجلس نمایندگان افغانستان در چنین وضعیت باید چی کار بکنه؟ حداقل باید وارد عمل بشه، فشارهای لازم را وارد کنه برای حکومت و ویژه کمیته روابط خارجی مجلس که هستن این زمینه، باید کارهای لازم را انجام بده. حداقل چرا مجلس نمایندگان همیشه منتظر به این میشینه تا اینکه حکومت کار را انجام بده و بعدا اینا واکنش داشته باشه؟ ممکن است مجلس نمایندگان هم کوتاهی خود در این زمینه داشته باشه، ولی خب اصل بحثی که امروز هم داشتیم در راستای همین تشویش است که شما ابراز کردین و ما در واقع خواستیم هم از یک سو بفهمیم که دولت افغانستان، حکومت افغانستان چی تدابیر روی دست داره و از یک سو بفهمیم که به هر حال از حقوق مهاجرینی که هنوز اونجا رفتن اینا چگونه دفاع کردن و چگونه دفاع میکنه و از یک سو مسئولیت خود انجام داده باشیم. اما فراموش نکنیم که یک مشکل جدی که در اینجا وجود داره است که متاسفانه دولت افغانستان در عرصه های مختلف با یک برنامه منظم نمیتونه حرکت بکنه، مشکلات هم به اندازه بسیار کلان در بخش های مختلف وجود داره و یکی از عرصه ها باز مهاجرت بود که در مهاجرت اون چیزی که ما و شما لازم میدیدیم یعنی و فکر میکردیم. حکومت افغانستان مشکلات بسیار زیاد داره که حداقل اونا را نتونسته که تا برسه بس است که مدیریت کارها از دستش بیرون میشه. یعنی مشکلات داخلی و بیرونی و مهاجرت و جنگ و فقر و همه از اینا وقتی انباشته میشه مدیریتش بیرون میشه و در یک جای ما میبینیم که مشکل بسیار خاطر قربانی این بی‌برنامگی های حکومت را اونچه که شما گفتین کی باید بده؟ طبعا متاسفانه که وضعیت همی شکل است. در افغانستان هم ما تجربه کردیم و در کشورهای دیگه ای که جنگ و منازعه هم هست، همیشه قربانی مشکلات، قربانی جنگ، قربانی بی‌برنامگی ها و بی کفایتی ها مردم هست، مردم همون کشور است و در اینجا مردم افغانستان است و به خصوص مردم های آسیب پذیر است. پس البته با این وضعیت سرنوشت پناهجویان افغان را ما فکر میکنم که پناهجویان افغان حالا وضعیت به گونه است که چی پذیرفته شوند مطابق اون تعریف یا تعبیری که کشورهای مهاجرپذیر دارن، پناهجو پذیر دارن، کنوانسیون 1951 است و بحثای دیگه هست، قوانین داخلی خودشان هست. ممکن است یک بخشی از پناهجویان افغان با اون معیارها برابر نشه و پذیرفته نشه، ولی چیزی که تا حدود اطمینان داریم که اخراج اجباری تا حد جلوش گرفته میشه. یعنی ما سه تا موضوع داریم. یک، تعداد از مهاجرین ممکن است پذیرفته شوه با همون معیارهای که اونجا وجود داره اینا برابر باشه. دو، تعدادی از مهاجرین ممکن است در اثر سیاست تشویقی او کشورها و کشور افغانستان دوباره به طور داوطلب برگرده به کشور که این روند هم ادامه داره و به خصوص اگر دولت افغانستان یک مدیریتی درست بتونه تشویق بکنه، زمینه های کار برشان فراهم کنه، این روند ادامه خواهد داشت. و سه، یک تعداد شما کتگوری سوم مهمه. کتگوری سوم کسایی است که ممکنه پذیرفته نشه به دلیلی که او با اون معیارها سازگار قرار نگیره و ممکن است اونا به طور داوطلب نخواهند برگردن به کشورشان. این کاتگوری مهم است. در اینجا باید دولت افغانستان این سیاست را دوام بده که اخراج اجباری رو نمیپذیرن تا سرانجام راه حل برای اونا پیدا شه. در داخل خود حکومت این مشکلات وجود داشته باشه، شما مشاوره کردین که اصلا برنامه درست وجود نداره و در مقابلم گفتین که مشکلات دیگه تا حد باعث شده که بحران پناهجویی را به فراموشی بسپارن. این کاتگوری سوم را که شما به اشاره کردین با توجه با دو کاتگوری اول را که بهش هم اشاره داشتین، سرنوشت اینا در نهایت باید چی شوه؟ سرنوشت اینا بسیار مهم است. مهمترین بحث فعلا سرنوشت کسانی است که ممکن است نخواهند برگردن یا مشکلات داشته باشه
و ممکن است پذیرفتنش. ما بحث مایی بود که تا هنوز خب دولت افغانستان سیاستش در قبال این مجموعه معلوم نیست. باید دولت افغانستان در اثر یک دیپلماسی بسیار فعال با کشورهایی که این تعداد از پناهجویانی که نمیخواهد برگرده و پذیرفته نشده وارد تعامل شود که سرنوشت از اونها به شکلی باید مشخص شود. یعنی اینا مستلزم یا مستحق حمایت های بسیار ویژه دولت افغانستان است. سپاسگزاری میکنم آقای سعادتی از حضور شما در بحث. سپاس. و ادامه محورم بعد از یک میان برنامه.